امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت تأسیس حکومت بدون نمایندگان تمام قوم‌های افغانستان ممکن است سبب بدتر شدن اوضاع و جنگ و خونریزی شود. نظام سیاسی در افغانستان باید بر اساس میل مردم باشد، بدون یگان دخالت از یگان کشور و دیکته کردن نوع ساختار سیاسی. بدون حضور همه گروه ها تشکیل کردن حکومت در افغانستان می تواند وضعیت را بدتر کند. بنابراین در نظر بگیریم که حق مردم افغانستان است که حکومت را تعیین کنند. او گروه طالبان را سخت تنقید کرد که با زورگویی می خواهند حکومت تشکیل کنند و دره پنشیر را که اکثرا تاجیک تباران آنجا زندگی می کنند با محاصره گرفته و مردم را به مواد غذایی و دارواری گذاشته است. بعد اشغال افغانستان از طرف طالبان، حکومت تاجیکستان گفت هیچ گونه حکومت آنها را اعتراف نمی کند، فقط به این شرط که در آن نمایندگان تمام قوم های کشور بخصوص تاجیکان حضور داشته باشند. نمایندگان دیگر کشورهای عضو از جمله پاکستان و روسیه و ازبکستان با قدرت آمدن طالبان در افغانستان را یک واقعیت خواندند که باید پذیرفته شود. از جمله عمران خان، نخست وزیر کشورش که به حمایت از طالبان متهم می شود، گفت باید شکر گفت که خروج نیروهای خارجی بدون خونریزی جنگ داخلی و اخراج گسترده آوارگان صورت گرفت. طالبان ماه آگوست محض بعد خروج نیروهای آمریکایی افغانستان را گرفتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت باید از طالبان خواسته شود که عهد دادند اجرا کنند. از بس که تاجیکستان با افغانستان سرحدی بیش از 1300 کیلومتری دارد، نگران است که ممکن است تحت نظارت طالبان افراطی آن کشور به مرکز گروه‌های تروریستی و افراطی تبدیل یابد و نارامی از آن به تاجیکستان هم سرایت کند.